اگه بیمار دیر به ما مراجعه کنه. الان این بیماری است که دیگه تمام دندوناش در اومده. آره. و دیر به ما مراجعه کرده. و یه بیماری است که بزرگساله، 20 سالشه. دیگه اینجا دیگه با ارتودنسی به تنهایی نمیشه این کارو کرد. اون موقع است که جراحی فک و صورت به کمک ما میاد که ما بتونیم این نما رو به این نما تبدیل کنیم. بیمار ارتودنسی میخواهد ولی جراحی هم میخواهد. چرا دیگه اگه قرار جراحی بشه ارتودنسی اینجا چه کمکی قرار بکنه؟ ارتودنسی میکنیم که دندونها رو صاف کنیم. تا دندونها صاف نشه جراح نمیتونه فک رو جراحی بکنه. با اینجا یه یعنی پیش نیاز جراحی ارتودنسی. پیش نیاز جراحی ارتودنسی. تو بیمار اول دیگه اونجا جراح کاری نمیخواست بکنه. با ارتودنسی درمان تمام میشه. کامل تمام میشه. و من میخوام این رو آگاهی رو بدم که ما میتونیم با ارتودنسی این کارو بکنیم که مریض به فاز جراحی نره، چون جراحی یکم تهاجمی است. خیلی از مریضا دوست ندارن جراحی بشن. خیلی از مریضا دوست ندارن تو اتاق عمل برن. هزینه به بیمار تحمیل میشه، استرس به بیمار تحمیل میشه. عادتا. اگه بیمار به موقع مراجعه کنه ما میتونیم همون بیمار رو درمان کنیم. مثل دیگه همین بیماری که الان اینجا داریم. بله. همین بیمار رو ببینید چه نمایی رو ما ازش گرفتیم. بله. قبل از درمان، بعد بدون از درمان، جراحی. بدون جراحی، با ارتودنسی به تنهایی، وقتی بیمار در زمان مناسب با ما مراجعه میکنه. ولی این بیمار با ما مراجعه کرده، این نما رو به این طریق درآوردیمش، ولی جراحی هم ولی اومده. همراه با جراحی. حالا این نمای چپ و راست بیماره. آها. که سمت چپ و راست بیماره که دوباره به همین نمای چپ و راستش بعد از زمان رو شما مشاهده میکنید. به کمک ارتودنسی و جراحی. این به کمک ارتودنسی و جراحی نگاه کنید. ببینید تمام دندونای دائم در اومده. بیمار 20 سالشه. حالا صورت بیمار رو ببینیم که ببینید این نما به این نما تبدیل شده. ببینید فک پایین به نظر جلوس ولی فک بالا عقبه. این بیمار رو فک پایینش رو بالاش رو آوردیم با ارتودنسی بیرون، ولی توی کمی رو میتونیم با ارتودنسی بیاریم بیرون، بقیه با جراح بیاره بیرون. چرا؟ چون فک فرم گرفته، فک اسکلتی شده. ولی توی دیگه حرکات استخوانی اونقدر راحت نیست. ولی اگه بچه باشه ما میتونیم به راحتی فک رو حرکت بدیم و بیاریم به سمت جلو. ببینید این نما نمای خوشایندی خواهد بود. این نما نمای زیبایی خواهد بود از نگاه که میکنیم. من خواستم از روبرو دیگه. از روبروست. ببینید وقتی بیمار میبنده دندونهای بالا پایینش به هم نمیرسه. فک بالا عقبه، به قول معروف به بیمار میگیم یک چوب اون آب اسلانگی رو که ما معاینه میکنیم داخل دهان بیمار میره، رد میشه. من خواستم این آگاهی رو داده باشم که اگه بیماری به ما مراجعه بکنه ما میتونیم به یک دستگاه به راحتی فک رو درمان بکنیم و همچین ظاهری رو بگیره.